میرسیم به آخرین قسمت کی فریم ادیتور. همونطور که قبلا شما دیدید اینجا میتونیم بگیم مودیفاید یا عناوینی که تغییر کردن و تغییر دادیم رو یا انیمیتد حالا یا چیزهای دیگر رو برای ما اینجا نشون بده، فقط اونها رو نشون بده. اما سه تا ابزار اینجا ما داریم. به طور مثال من اگه بیام اینجا یک کی فریم برای اوریجین این فیلتر ایجاد بکنم، همونطور که شما میبینید یک کی اینجا ایجاد میشه. اولین ابزاری که من اینجا دارم، من مثلا ممکنه من تو فریم 26 هم بخوام یه کی دیگه برای این ایجاد بکنم، مثلا بخوام اینجا یه کلید ایجاد بکنم و حالا یه خورده بیارمش پایین تر اینجا یا بالاتر اینجا. مثلا شما اولین ابزاری که دارین ابزار ادیت کردن کی فریمه. هر کی فریم رو بخواید میتونید انتخاب کنید و ادیتش کنید یا بگیریدش و بالا پایینش کنید و حالا درگش کنید به چپ و راست. عنوان بعدی که دارید که یه مقدار شاید عجیب غریب باشه، باش میتونید بکشید یه سری کی فریم اینجا. به طور مثال شما اگر کلیک بکنید و درگ بکنید میتونید یه سری کی فریم باهاش همینجوری ایجاد بکنید، یعنی کی فریم ها رو بکشید در واقع روی کوربتون که یه همچین شکلی ممکنه براتون ایجاد کنه. حالا نمیدونم چقدر این مسئله برای شما کاربردی باشه، ولی در هر صورت این توانایی که توی این نرم افزار داری. عنوان آخر که یه چارگوش دور یک آیکون کی فریم شما می‌بینید، ادیت تول کی فریم. شما میتونید یه تعداد کی فریم رو انتخاب بکنید و روی اون تعداد یه کاری انجام بدید. به طور مثال من میتونم الان فواصل این کی فریم ها رو یه مقدار کمتر بکنم که حرکت اون انقدر تیز و تند نباشه و انقدر تفاوت کی فریم ها توی ولیوشون و توی اندازشون زیاد نباشه. برای زمانی که شما تعداد کی فریم خیلی زیاد دارید و میتونید یه تعدادی از اونها جابجا کنید، حالا مثلا همه رو با هم بگیرید جابجا کنید، مثلا یه ذره زمانش رو بیشتر بکنید و یه سری کارهای دیگه، خیلی خیلی کاربردیه، علل خصوص اگر از این ابزار استفاده کرده باشید یا توی حین پلی بک ریکورد کرده باشید. نکته آخری که در مورد کی فریم ادیتور موند اینه که شما میتونید خودتون یه ست اینجا ایجاد بکنید از چیزهایی که دائم میخواید انیمه بکنید. مثلا من ممکنه اینجا بگم خب من الان میخوام فرزن، حالا این که الان خیلی زیاده، ولی مثلا من بیام توی خود اصلا این پراپرتیز یا اصلا خود تکست رو انتخاب بکنم، مثلا خود لایه تکست رو انتخاب میکنم و حالا اینجا ممکنه بگم که فرض ترانسفورم من و روتیشن زدم و حالا یه سه چیزهای دیگه میخوام فقط همینا رو ببینم هر وقت که میام توی کی فریم ادیتور، نمیخوام چیز دیگه ای رو ببینم. شما میتونید بیاید اینجا یک ست جدید ایجاد بکنید، همونطور که من اینجا این مین رو ایجاد کردم. اجازه بدید من اینو مثلا پاک کنم، شاید نبینیم راحت تر باشه. من ممکنه بگم از بین حالا اینایی که انیمه شدن یا اینایی که مادیفای شدن و تغییر کردن یه ست میخوام انتخاب کنم. مثلا من اینجا میگم نمیخوام پوزیشن وایم داشته باشم، روتیشن وایم هم همینطور، اسکیل آر وای و ایکس وای زد هم همینطور. اینها رو دیلیت میکنم از بین این کورفا. البته بخشید بیام یه ست جدید ایجاد بکنم بعد این کار بکنم. میام یه نیو ست، نیو کورف ست، اسمشو مثلا میذارم را دان انیم ست و حالا اینجا مثلا میگم ترانسفورم وای رو نمیخوام دیلیت میکنم، روتیشن وای رو نمیخوام دیلیت میکنم، اسکیل ایکس تا مثلا شیر وای رو نمیخوام دیلیت میکنم. اینه که نمیخواین شما میتونید دیلیت بکنید از اینجا و هر سری که شما، البته خیلی تعدادشون زیاده، یه جز بدید من با شیفت همه رو انتخاب کنم و یهو دیلیت کنم، و هر سری که شما رادان انیم ست رو لود بکنید از اینجا، یعنی مثلا اگه من تو پوزیشن باشم اگه بیام رادان انیم ست رو لود بکنم همه این عناوین با هم لود میشن و دیگه به تمام اون چیزهایی که انیمه کردم دسترسی دارم، نیازی نیست هی بخوام دائم یه سری چیزها رو لود بکنم از این صفحه، یه سری چیزها رو آنلود بکنم. نکته خیلی جالبی که در مورد این انیم ست وجود داره که من واقعا خودم خیلی لذت میبرم ازش و خیلی خوشم میاد، یکی از نکات هوشمند موشنه، اینی که شما اگه چیزی رو از اینجا بخواید میتونید توش درگ بکنید.
مثلا من اگر بخوام میتونم بگم پوزیشن ایکس همو اینجا داشته باشم، میخوام اسکیل ایکس هم اینجا داشته باشم، میخوام اوپاسیتی مو اینجا داشته باشم. حالا میخوام بیام تو فیلترام، مثلا اینجا میخوام اوریجین همو داشته باشم، اگر البته ببخشید چون خود فیلتر یه عنوان دیگه است، نمیشه این کار برای فیلترم انجام داد، میتونم فقط توی خود آبجکت این کار بکنم. ولی توی پراپرتیزم خب هر کدوم از اینها رو که خواستم میتونم به این انیم ست اد بکنم و دیگه بعدا راحت بهش دسترسی داشته باشم، هر وقت خواستم با چند تا کلیک این چیزهایی که اینجا دارم پیدا کنم و روشون کار بکنم.